آمین امروز پیغام خاصی دارم که تمام هفته تو قلبم بوده پیغام خدا به رهبران هشدار خدا به رهبران یا پیغام خدا به رهبران شرایطی که در ایران هست مسائلی که هست خداوند همه چیز رو میدونه هیچ کدوم از ما از همه چیز خبر نداریم ولی او خدای قادر همه چیز رو میبینه او محبتش از من و شما بیشتره او حکمتش از من و شما بیشتره، نقشه های او عالی تر از نقشه های ماست و برای ایران، برای نجات ایران نقشه داره قسمتش رو برای ما باز کرده در کلامش که اگر با او همکاری کنیم انجام خواهد شد این هفته وجبه شرایطی که در ایران بود همه ما توجه می کردیم، دعا می کردیم دردهایی که مردم ایران دارن، سختی هایی که عزیزان ما، دارن ظلم هایی که به اونها شده بیادالتی ها خشونت ها و بعد رفتاری که رهبران و سران کشور نسبت به مردم دارن مرتب اینها رو میبینیم و میشنویم می و بعد به یاد حزقیال سی افتادم چون حزقیال سی و هر ستای اینها رو بر بخش اول فصل سی و کتاب حزقیال از تورات این رو صحبت میکنه راجب شرایط بعد صحبت میکنه راجع به رهبران صحبت میکنه چه رفتارایی دارن و بعد هشداری به این رهبران میده امروز از طرف خداوند میخوام به رهبران یک پیغام یه مقدار هشدارانه است پیغام بدم و میخوام اول بگم وقتی راجع به رهبر صحبت میکنیم رهبران فقط سران کشور نیستن این درس فقط برای رهبران کشور نیست بلکه برای همه کسانی هم که قسمتی از کار خدا رو دارن رهبر کسی که مسئولیت تعدادی رو به عهده داره حتی ممکنه یک مادر یا یک پدر رهبر خونهشون باشه چون که اون بچه ها به اختیار اینها گذاشتن تو خونه ما رهبری داریم در شرکت ها رهبری داریم مدیران داریم رؤسا داریم کسانی رو خدا و کسانی که خدا داده بله خدا داده و از این مواقع اصلا خدا رو نمیشناسیم ولی اون عزیزان ما تو شرکت ها تو خونه اینا بچه های خدا عزیزان خدا هستن ولی تو شرکت ها رؤسا هستن مدیران هستن که مسئول چند نفر هستن تو اداره ها در دولت در حکومت در کلیساها شبانانی که مسئول یک گروه شاید یک گروه خانگی شاید یک کلیسای بزرگ شاید یک شبکه ای از کلیسا ها هستش ولی خداوند وقتی راجع به رهبران صحبت میکنه و پیغام امروز البته برای رهبران کشوری هست ولی محدود به اونها نمیشه چون که کلام خدا برای همه ماست آمین آمین در میخوام حزقیال رو باز کنیم و آیه به آیه مطالعه میکنیم دو قسمت داره حزقیال قسمت اول بگم بیشتر هشدار به رهبران و بعد قسمت دوم با مردم صحبت میکنه که هفته آینده اونو صحبت میکنم که تو این شرایط سخت تو این دردها تو این رنج ها خدا با رهبران صحبت میکنه قسمت اول هزگیال و بعد بر میگرده با خود مردم هم صحبت میکنه اشکالات اینا رو میگه بله بله میگه رو کم میگه و بعد اشکالات مردم رو هم میگه چون ما با هم باید جامعه رو عوض کنیم فقط این نیست که رهبران مشکل دارن که الان خدا نشون میده همه ما به نوع خودمون مشکل داریم و برای عوض شدن ایران همه ما باید عوض بشیم. سی و, چه، سی, و، سی و چار اختارهایی رو میده و از اول شروع میکنه قسمت اولش خطاب به خطاب به رهبران تو این قسمت اول نیمه اول کتاب حزقیال مراجعه به سه مورد میخوام صحبت کنم چون خیلی واضح این فصل تقسیم میشه آیه هاش تقسیم به سه سه پیغام میشه یک پیغامش خطاب به رهبرانه میگه شما این کارو باید بکنید شما باید چه کار میکردید نکردید و چه کار نباید میکردید کردید خیلی رک با رهبران صحبت میکنه و بعد قسمت بعدی به وضعیت مردم صحبت میکنه دردی که مردم درش هستن به خاطر رهبری غلط که شما کردید به رهبران میگه به خاطر رهبری غلط مردم این دردها رو دارن باز میگم این پیغام برای همه است برای شبانان هم هست حالا چون تو کلیسا هستیم میخوام جان اندازیم این پیغام برای شبانان هم هست اگر شبانان رهبری غلط بکنن همین اتفاق همین دردهایی که اینجا هست خواهد افتاد اگر پدران مادران و خانوادهشون درست اداره نکنن باز هم همین نوع دردهایی که اینجا هست تو خونه ها هم میبینیم تو شرکت ها هم میبینیم تو کلیسا هم میبینیم و در سطح کشوری هم میبینیم پس تو اینجا سه قسمته یک خطاب به رهبران میگه چه کار باید بکنید نکردید چه کار نکنید بکنید دوم به های مردم میرسه ولی از همه جالب تر قسمت سوم میگه کاری که خودم میخوام بکنم من به شما میگم کاری که انجام میدم خودش هم کاری خواهد کرد فقط توبیخ نمی کنه, فقط تصیح نمی کنه, فقط همدردی نمی کنه با مردم بلکه آخرش میگه من کاری خواهم کرد خوشحال نیستین بچه ها خوشحال نیستین فقط ما اینجا بگیم آی چقدر در زیاده چقدر بی چقدر ظلمه خدایا چه کار میکنی خدا میگه من کاری خواهم کرد اینجا نوشته و خدای ما هرچی هم می انجام میده و تا حال داده هزاران بار نوشته انجام داده پس میگیم خدایا چه کار میکنی خدایی چه کار کرده رو صلیب کرده برای ما کرده و کارهایی رو خواهم کر خواهد کرد که اینجا است خب پس آه آیه سی و... فصل آیه میگه کلام خدا بر من یعنی حزقیال نبی از نازل شد گفت ای پسر به ضد شبانان اسرائیل نبوت نما و نبوت کرده به ایشان یعنی به شبانان اینو بگو یعنی و خداوند میفرماید نبوت که میگیم نبوت یعنی اعلام کلام خدا اعلام اراده خداست داره به حزقیال و خیلی مواقع به ما میگه من الان دارم نبوت میکنم نه از خودم از کلام خدا نبوت میکنم چون حزقیال هم از خودش نبوت نکرد خدا بهش گفت اینو بگو امروز هم خدا و من گفته اینو بگم پس یه نوع نبوت یعنی نبوت یعنی اعلام میگه اینو اعلام بکن ولی میگه شما آخ ببخشید ببخشید اینجا میگه به ضد شبانان اسرائیل آقا اونا مشکل داشتن اصلا این این کلام مال ما نیست مال مال اوناست مال اون زمانه مال شبانان اسرائیل ردشیم بریم فصلای بعدی ولی اینو میخوام بدونی کلام خدا میگه که تمامی کلام خدا برای ما مفیده و از توش درس در میاریم همه میگه تمامی کلام خدا پس اولا این فرض فکر رو باید داشته باشیم که اگرم مستقیم به من نیست من باید ازش درس بگیرم ولی دوم خداوند مستقیم داره با ما صحبت میکنه میگه نه آخه با ما صحبت نمیکنه مال اسرائیل مال شبانان اسرائیل اگر اینطوری فکر کنیم پس کتاب مقدس رو بذاریم کنار چون پولس به ما صحبت نمیکنه داره با صحبت میکنه با غلطیان صحبت میکنه محسیان اونجا صحبت میکنه اون کتابای تیموتاوس هم با ما نیستش که با تیموتائوس داره صحبت میکنه این همه ای کتاب ها ایسای مسیح هم که با ما صحبت می کرد رو جمع کرده بود با اونا صحبت می کرد اگه این طرز فکر رو داشته باشیم که این کلام ها اوناست ردشیم از کلام خدا هیچ برکتی نمیگیریم کلام خدا زنده است دیروز امروز تا به بعد همونه امید. کلام خداوند امروز برای من تو مستقیم پیغام داره و این پیغام مستقیم خداوند به ما رهبران هست چه در سطح کلیسایی چه در سطح کشوری چه در سطح خانوادگی امید. بعد میگه نبوت کن بگو که یا چنین میگوید وایه وای بر شبانان اسرائیل که خیشتن را میچرانند آیا نمیباید شبانان گله را بچرانند باز اینجا یه سوال میاد میگه ببخشید چرا خداوند اینا رو ش... ش... رهبران و شبان خطاب میکنه ولی ما آدم های بدبخت ما میگه گوسفند ما از همینجا به من برخورد چرا با... چرا تو کلام خدا با ما میگه گوسفند آخه این مگه توهین نیست آیا خدا ما رو گوسفند میبینه به هیچ وجه خداوند داره یک مثالی رو میزنه اولا بهتون توهین نشه اگر ما خداوند به ما میگه گوسفند به،, به, ایسای به عیسی مسیح میگه بیبی گوسفند بره تازه ما به ما احترام بیشتری میذاره میگه شما گوسفندای بالغ هستید به مسیح میگه بره پس مسئله توهین و بیارزشی نیست عیسی مسیح و کلام خدا از طریق یک مثال زمینی که شبانان و گوسفندان هست داره یک مفاهیم الهی رو برای ما باز میکنه پس گیر نکنیم چون خداوند میگه من خدایم این گوسفندان احساس بیارزشی نکنید عیسی مسیح میگه من جانم را برای گوسفندان میدم اینقدر برای من باارزشن من جانم را برای بشر میدم وقتی راجع به گوسفندان صحبت میکنه یعنی همین مردم عادی کسانی که تو رهبری نیستن ولی زیر دست رهبران هستن آیه دو تا چار این وای ها رو میگه یه وای که میگه باید تن آدم بلرزه وای بر شما خداوند خیلی وای نمیگه ولی وقتی میگه وای یعنی باید حسابتو <تصفح> چم کنی آماده باشی داره یعنی که بهت هشدار میدم یعنی که داوری من نزدیکه یعنی اینکه بیدار شو یعنی اینکه من کارهای تو رو تایید نمی کنم. وای من تایید نمی کنم و اگر ادامه بدی من داوری خواهم کرد که بعد میبینیم تو همین آیه ها اینو میگه ولی اون وای دادیه که خدا میکشه که بیدار شیم. بیدار شیم و گوش ما به صدای خدا باشه بعد ازش ایرادایی از ایرادای از این رهبران میگیره میگه شما گله رو به جای اینکه بچرونید غذا بدید خودتون رو غذا میدید شما پی را میخورید پشم را میپوشید پرواری را میکشید یعنی از این گله سو استفاده می‌کنید به نفع خودتون اما گله را نمیچرانید به جای اینکه به فکر اونها باشی به فکر خودت هستی به فکر این هستی که از اینا برای خودم چطور استفاده کنم تا اینکه خودم رو چجوری در اختیار اینها برای برکت اینها بگذارم به فکر گرفتن هستی از این گله خودت کسانی که خدا تحت اختیار خودت تو گذاشتن تا اینکه خودت رو به اونها تقدیم کنی چیزی به اونها بدی به فکر گرفتنی تا دادن برای اونها چیزی نداری نمیخوای هم بدی و بعد میگه ضعیفان را تقویت نمیدهید ضعیفان کسانی هستند که حتی قدرت دفاع از خودشون رو ندارن. و یک رهبر باید موازه به ضعیفان باشه کسانی که بهشون اجحاف میشه تازه رهبر باید براشون بیسته نه اینکه خودش اجحاف کنه اینجا میگه که شما ضعیفان رو کاری نمی کنید تقویت نمیدید بلکه رونها سوار هم هستید ازشون سو استفاده هم میکنید بیماران رو معالجه نمی کنید بیماران شخصی بیماران بیماری اجتماعی بیماری جمع فقط هم بیماری جسمی نداریم بیماری روحی داریم بیماری روانی داریم جامعه ایران یه مریضی هایی داره و این مریضی بیشتر و بیشتر میشه تظاهر دروغ عدم اعتماد پشت پا زدن خیانت ها از انواع اقسام چه تو ازدواج چه تو دوستی ها چه تو شرکت خیانت اینها یه بیماری های جامعه هست اعتیاد خودکشی ها بیماری جامعه است و شما که رهبرید باید مثل یک دکتر به اینها عمل کنید نمی کنید و اصلا نمی رسید برایشون اصلا برای شما اصلا مهم نیست ضعیفان را تقویت نمی دهید بیماران را معالجه نمی کنید شکستگان را شکسته را شکسته بندی نمی کنید کسانی که از هر نوع زندگی شکسته دارن قلب شکسته دارن امیدشون شکسته سیستم اقتصادی ایران الان شکسته میگه براتون درد نیست که یه چیزی تو این جامعه شکسته یه سیستمی شکسته یک روشی شکسته و باید اینو بازسازی کرد اینو باید ترمیم کرد بعد میگه که ترد شدگان رو رانده شدگان رو پس نمی آورید اونایی که پراکنده شدن براتون مهم نیست مردم رفتن رفتن پراکنده شدن شدن مردن مردن گم شدگان را نمی طلبید. گم شده کسیه که دیده نمیشه کسی ازش خبر نداره کسی سراغشون نمیاد میگه تو برای مهم نیست این افرادی که دیده نمیشن زعیفن کسانی که تو این جامعه گمن اصلا دیده نمیشن شما باید دل بسوزونید ولی نمیسوزونید و بعد آخرش میگه با جور و ستم حکمرانی میکنید با بیرحمی با زور با خشونت حکمرانی میکنید این داستان فقط کشور ما نیست اینو در همه سطوح جامعه این طرز فکر رو این رهبری رو ما میبینیم انقدر دیدیم این نوع رهبری رو برای ما ایرانیا معمولی شده خداوند میگه وای بیدار شید من اون چیزی که میخوام این نیست انقدر برای ما معمولی شده تو شرکت ها همینه تو حتی تو گای تو کلیساها به این صورت رهبری میشه تو خانواده بابا فقط باید به فکر خودش باشه بچه ها رو به عنوان وسیله میبینه اگه به بچه ها چیزی نرسید نرسید به من برسه به جای خیرخواهی خودخواهی داریم و این تو جامعه ما معمول شده پس این هشدارها برای رهبران کشور اولا میخوام اینم متوجه باشید این هشدارا رو من نمیدم ما مسیحیان به شما نمیدیم ما مسیحیان به همدیگه نمیدیم این هشداری نیست که بکنید ما میای ما نه ما این وجود اینجا نداره اینجا خدا داره صحبت میکنه خود او میگه من خودم حتی کاری هم که آخر میگه نمیسپاره به ما میگه خودم میکنم پس اینو شخصی نگیرید من دارم کلام خدا رو برای شما و برای خودم دارم اعلام میکنم منم یک رهبرم منم این برای منم هست خودم هم باید حساب کار خودم میکنم شبانان کلیسا باید حساب کار خودتون رو بکنید با خداوند هم راه و همسو بشید پدران و مادران پدران به خصوص پدران خانواده باید بیدار شید وای بر ما اگر در خانواده ما این کارو میکنیم اگر به فکر همسر و بچه ها نیستیم بلکه خودخواهی داریم اونها رو برای خودمون میخوایم تا اینکه خودمون رو برای اونها بخوایم خود خدا داره صحبت میکنه با من و با شما بعد آیه های بعد رو میگیم که بعد اون حالت این گله رو میگه شما این کارو میکنید حالا برگردیم ببینیم این مردم تو چه حالی هست میگه آیه پنج فصل سی و چار آیه پنج پس بدون شبان پراکنده میشوند و خوراک همه حیوانات صحرا میشن آواره میشن گوسفندان من بر جمعی کوها و ها آواره شدن گله من بر تمامی زمین پراکنده شدن گله من کسی ایشان را نمی و برای ایشان تفحص نمی کند تو چند آیه یه مقدار اون درد رو باز میکنه پراکندگی بیچارهی کسی به فکرشون نیست کسی به دنبالشون نیست ولی جالب اینجا میخوام خوب توجه کنید اینجا چی میگه؟ میگه که گوسفندان من گوسفندان من بازم میگه گوسفندانم نکته کلیدی اینجاست که اینها مال ما نیستند اینا مال خدا اینها اینا ما صاحب و مالکشون نیستیم تو صاحب و مالک خونت نیستی شبانان شما صاحب و مالک کلیسا نیستید اینا گوسفندان خدا اینا بچه های خدا حتی پدر مادرها این بچه ها مال تو نیستن برای مدت کوتاهی خداوند اینو به تو سپرده که ازشون نگهداری کنی شبانان این خدمتی که خدا به شما داده برای مدتی اینا بچه های خدا خدا به تو داده که برای مدتی خدمتشون کنی رهبران کشور این مردم رو خدا به تو داده که بتونی خدمتشون کنی برای مدتی مال ما نیستن چیزی که در این آیه ها یاد میگیریم خدا در مورد رهبری میگه یعنی اینکه خدا اینجا تو این آیه ها میگه که من کار به رهبر میگه میگه کار تو ای رهبر کار تو خدمت به مردمه وظیفه تو خدمت به مردمه مردمی که من انتخاب کردم که مال منن مال تو هم نیستن از مقام و قدرتت برای به نفع خودت استفاده نکن چه تو خونه چه تو کلیسا چه تو دولت از مقام خودت برای نفع خودت استفاده نکن خدا میگه من این مقام و قدرت رو به تو دادم برای اینکه از اون طریق دیگران رو خدمت کنی نه خودت رو بعد اینجا میبینیم خداوند میگه که من میخوام که تو دلسوزی داشته باشی دل منو داشته باش برای مردم دل بسوزون برای خانوادت برای اعضای کلیسا برای کشورت دل بسوزون دل من رو باید داشته باشی خدا من میگه اگر دل منو نداری دل دلسوز نداری نمیتونی کار منو انجام بدی من همیشه اولین یکی از اولین دعاهای من که مرتبم گهگاهی خیلی جدی میکنم کنم خدا من دل تو به من بده خدا من قبل از اون که فکر تو به من بدی دل تو به من بده تا بتونم کار تو رو انجام بدم نمیخوام برم کار تو رو انجام بدم اگر افکار تو و دل تو رو ندارم خداوند اینجا میگه باید دل منو داشته باشی تا بتونی کار منو انجام بدی کسی که به فکر خودشه خودخواهه خانوادهشم مسمومه خانوادهشم مریض هستش اینجا میگه غذا و خوراک نمیدید یعنی خداوند میگه که تو به عنوان رهبر وظیفت اینه که تغذیه کنی تغذیه کنی تغذیه هم فقط جسمی نیست غذا بدی پول بهشون بدی ایران مردم ایران فقط و فقط به پول احتیاج ندارن گرچه مشکلات مالی بسیار زیاد هست ولی یک رهبر فقط هم به فکر این نیست که اینا رفاه اجتماعی داشته باشن یک رهبر واقعی به فکر تغذیه روحی و روانی اونها هم هست سلامتی روانی اونها هم هست یک پدر فقط این نیست که برای بعد خانوادم نون بیارم مواظبه که بچه‌هاش از لحاظ روانی از اون سلامتی درون برخوردار باشن احساس ترد شدگی نکنن احساس بد بکنن مهمن مورد پذیرش هستن و روحی تغذیه روحی روح ما قضا میخواد رهبران ما موقعیتی هستن که صدای خدا برای ما باشن رهبران کلیسا صدای خدا هستید پدر ها مادر و شما صدای خدا برای قضا دادن روحانی بچه هاتون هستید باید کلام خدا باید دل خدا رو به اونها برسونید بچه هاتون رو تغذیه کنید بعضی از پدر مادرها یا پدرها فکر می‌کنن من برم حالا نونم بیارم نانآور خانه باشم که از اونم تو ایران خیلی الان سخته که حتی نانآور باشی ولی حتی اگر نانآور خونه هم باشی کار تموم نشده تغذیه تغذیه جسم بله کلام خدا میگه انسان بهره نان زندگی نمیکنه بلکه به هر کلمه ای که از دهان خدا صادر میشه همونطور که بچه‌هامون غذای جسم میدیم غذای روحانی هم بدیم رهبران کلیسا رهبران کشور اینا رهبران فقط سیستمی نیستن رهبران روحانی هم هستن مردم رو باید قضای آسمانی بدن باید قلب و روح اونها رو از چیزهای نیکوی آسمان پر کنن نه با تهدید نه با هشدار نه با حکومت اینجا میگه میگه شما چه کار کردید با جور و ستم حکرانی کردید اینو نمیگه کار رهبر بنا کردن تجهیزه ما در مدرسه 412 افسوسیان 4 11 و 12 رو که میگیم تو یه، یکی دو تا آیه کار یک رهبر رو خلاصه میکنه میگه برای بنای بدن مسیح برای انجام کار خدا دو تا چیز رو توی آیه یکی دو تا آیه میگه که رهبر میگه که من بچه هامو چجوری رشد بدم بنا بشن بالغ بشن و بعد تو زندگی مفید باشن یک رهبر کلیسا میگه این اعضای کلیسا رو من چطور به بلوغ روحانی بیارم و چطور اینها رو در کار خدا اینها رو فعال کنم تجهیزشون کنم چه کار کنم بچه هام به اون خاندگی خودشون برسن برای میدن مدرسه 412 اولین کلاس ما همینه وقتی دانشگاه هفت میرید دانشگاه هفت کام، اونجا ثبت نام میکنید کلاس اول همینه که بهتون نشون بده که برای چی خوانده شدید چون این دل رو خدا به ما داده و دل بند برم به عنوان یک شبان اولین چیزی که برای عزیزانم میخوان بر هر کسی هر ایماندار هر کسی دور بر منه هر کسی که تعلیم میدم من یک دل دارم تو بالغ بشی و کار خدا رو انجام بدی اینو میگی میخوام بالغ شی میخوام رشد کنی میخوام از بچگی ها دست برداری و میخوام تو زندگی مفید باشی کار رهبر بنا و تجهیز است بعد میگه مریض ها رو شفا نمیدی بیماری ها یک رهبر مثل یک دکتر بیماری ها رو باید تشخیص بده چرا بچم مریضه چرا چرا دست بچم من من بعد چه کار کنم چرا جامعه ما این مریضی رو داره چرا بیعدالتی؟ چرا عدم اعتماد چرا تظاهر و دروغ تو جامعه ما هست مثل یک دکتر رهبر یک جامعه میگه این مشکل جامعه چیه چه مریضی هایی تو این جامعه هست کی بعد اینا رو شفا بده به من به توی که رهبر یک کشور هستی سپرده شده که دردهای جامعه بیماری های جامعه رو تو تو قدرت داری خدا اینو رو به تو داده که سلامتی رو بیاری میدونم خیلی هستن در خود حکومت ایران که حرفایی که میزنم دل شماست میدونم ما گاهی همه کسانی که در حکومت رو یکسان میگیم همشون اینن همشون نه نه هیچ وقت اینطور نیست همیشه خدا یه باقیمانده یه تعدادی رو داره کسانی هستن در حکومت ایران که وقتی این صحبت رو میکنیم دلشون بیشتر ممکنه کلام رو خوندم ولی دلشون با خدای واقعی مطابقت داره و این صحبتی که می کنم دارم حرف دل تو رو می زنم اگر تو تو دولت ایران مقامی هستی یا رئیس اداره هستی اگر کاری رو خداوند به سپرده سرپرست چیزی هستی شاید قدرت زیادی داری یا قدرت کم ولی هستید بعضیاتون که این دل شماست من دارم دل شما رو میگم خداوند میگه هر کس خودش رو بکاوه ما باید خودمون رو چک کنیم دیگران رو لازم نیست قضاوت کنیم مریض ها رو شفا بده نه, تنها ش... تشخیص میده یک دور راه چاره رو میده بعد میگه حکرانی نکنید راه مسیح زورگویی نیست خود مسیح زورگو نبود خود مسی فقط دعوت میکرد هر که تشنه است بیاد وقتی خشونت داریم در خدمتمون چه در خونه مثل پدر چه در کلیسا چه در سطح کشوری خشونت یعنی اینکه من دل در رو ندارم دل آسمانی ندارم خشونت کاملا با دل خدا مقایرت داره که بخوای با زور و خشونت و ترس کارت رو پیش ببری تاثیرش رو اینجا میبینیم میگه پراکنده هیچ کس هم به فکرشون نیست اول پتروس پنج دو و سه میگه که بر گوسفندان خدا بر یله من میگه بر یله من یله خدا حکرانی نکنید بلکه برای گله نمونه باشید وقتی این دردها ها رو میگه و ما میگیم بله خداوند رهبران اینن گله اینن و بعد خداوند قسمت سوم میاد میگه حالا من جالبه من این آیه رو خیلی دوست دارم آیه میگه که من به ضد شبانان هستم من میگه من به ضد شبانان هستم در آیه هفت آیه هشت خداوند میگوید به حیات خودم قسم قسم میخوره به خودش قسم میخوره وقتی خدا قسم میخوره مسئله خیلی جدیه قسم میخوره که من کاری خواهم کرد قسمش اینه من کاری خواهم کرد خدای ما کار خواهد کرد برای ایران نقشه داره نقشه هاش گفته انجام میده میگه چی؟ میگه بر ضد شبانان من خواهم ایستاد اینک من آیه ده من به ضد شبانان ضد همچین رهبرانی خواهم ایستاد گوسفندان خود را از دست ایشان خواهم طلبید از دستشون نجات میدم از الان به نظر میاد که سوار گوسفندان هستن و دل خدا میشکنه میگه تو سوار هستی من تو اونها رو از دست تو آزاد میکنم که دیگه اینطور ازشون سوء استفاده نکنی و سواری نکشی بعد میگه گله رو ایشان رو از چرانیدن گله معذول خواهم داشت عزل یعنی رسما کسی رو از جایی از مقامی برکنار کردن میگه تو رو رسما یک زمانی برکنار میکنم اگر به این کارت ادامه بدی و بعد آیه 11 میاد میگه من خودم گوسفندان خیش را طلبیده آنها را تفقدنم خواهم نمود این کلمه من خودم رو نگاه میکردم خب میگفت من خب چرا نگفت من گوسفندان خودم خیش را طلبیده. اونها رو تفقد میکنم چرا نگفت خودم میکنم چرا هر دو رو گذاشت من خودم بعد که نگاه میکردم میدم چقدر کلمه قوی رو در اصل عبری به کار برده که سعی کردن ترجمهش کنن گفتن همون بذاری من خودم که یه مقدار تاکید بشه یعنی خدا اینجا میگه هیچ اشتباه نکنید من و من به هیچ کسی دیگه اعتماد نکنید من هستم من خودم وارد میشم کسی رو هم تو نمیفرستم یسی رو بلند نمی کنم من نجات دهنده شما هستم عیسی مسیح امروز به ایران و ایرانی میگه من نجات دهنده شما هستم امید تو به انسان نبند من خودم میام به فکر این شخص سیاسی اون شخص سیاسی این کارو بکنه رهبران این کارو بکنن به فکر این نباش خدا میگه من خودم باید وارد عمل بشم من خودم این کار رو میکنم و بعد میگه چی کار میکنه میگه خودم خو گسفندان خیش خو را طلبیده تفقد میکنم مانند شبانی که در میان در میان گوسفندان خود می باشه یعنی از بالا هم نیست از بیرون هم نیست تو قصرم نمیشینم من در میان شما هستم در بین شما هستم در قلب شما هستم هر موقع جمع میشید دو یا سه نفر من اونجا هستم من بین شما هستم که این کارو میکنم من شبانی نیستم از راه دور شبانی هستم در قلب و بین شما تو خانوادت بین بچه هات توی کلیسات من مسیح میگه میخوام در بین شما باشم و شبانی رو از وسط شما در با خود شما انجام بدم من خودم گوسفندان رو تفقد میکنم از هر جایی که در روز ابر و تاریکی باشن ایشان از میان قوم ها بیرون خواهم آورد از کشورها جمع خواهم کرد این با نبوت ارمیا 49 که میگه ایرانیان پرکنده میشن و بعد جمع میکنم کاملا همخونی داره میگه به زمین خودشان خواهم آورد من گوسفندان خودم رو خواهم جمع خواهم کرد چرا خداوند ما خداوند ما شبانه نمونه است هیچ کی مثل او پیدا نمیشه در عهد عتی مزمور 23 خداوند شبانه من است محتاج به هیچ چیز نخواهم بود در مرتهای سبز مرا میخواباند نزد آبهای راحت مرا هدایتم میکند بهترین شبان زندگی تو خود خداست بهترین رهبری که تو دنیا میتونی پیدا کنی خود خداست که بعد رهبری تو رو بکنه و از طریق تو دیگران رو رهبری بکنه خود شبان نمونه است بعضیا میگن اتفاقا این هفته یکی من ایمیل زده بوده من ایمیل ما از کجا گیر آورده بود یکی دوبار زده بود منم حالا جواب میدم و نمیدونم حالا مسیحیه یا نیست ولی ادعا میکرد مسیحیه بعد من من نوشته بود که شماز. هیچ جا عیسی مسیح نمیگه من خدا هستم هیچ جا اشاره نمی کنه تو عهد جدید که او خداست البته ببخشید من از خودم نمیگم اینو از من میپرسن چون از من میپرسن حالا میخوام براشون جواب بدم گفتم خیلی خوب اه. اوکی باشه باورت میکنم ولی تو دلم میگم شایدم شایدم راست میگه شایدم نه نمیدونیم ولی در صورت جواب همون جواب دیگه براش نوشتم گفتم آره نه خیلی جاها میگه من میخوام بهت یک تکلیف بدم من با من در تماسی دیگه منم که شبان قبوله من حالا میخوام بهت یک تکلیف بدم برو کتاب یوحنا رو بخون یه قلم کاغذ بردار هر جایی که مستقیم و غیر مستقیم راجع به خدا بودن مسیح صحبت میکنه برای من لیست بردار برای من ایمیل کن ایمیل منم داری حالا یه هفته گذشته خبری ازش نیست دعا میکنم انجام بده و بعد بهش گفتم یه مثالم بهت میزنم برای اینکه بدونید دارم چی صحبت میکنم مثلا یوحنا یک یک میگه در ابتدا کلمه بود کلمه با خدا بود کلمه خود خدا بود پس این کلمه خود خدا بود و بعد میگه کلمه جسم شد که عیسی مسیح مثلا اینو برای من بنویس این نمونه اولش هم بهت دادم که مسیح کلام خدا خ... خودش میگه تورات راجع به مسیح خدا بودن مسیح صحبت میکنه انجیل صحبت میکنه خودش میگه مستقیم میگه غیر مستقیم میگه ده ها مورد رو از خود فقط کتاب یوحنا میشه در آورد چرا اینو میگم چون وقتی که مسیح اینجا خدا میگه من شبان شما خواهم بود این که من شبان اصلی قوم هستم تمام تورات هست و وقتی عیسی مسیح در یوحنا فصل ده میشه میگه که من شبان نیکو هستم هیچ میدونید تو همین عبارت من شبان نیکو هستم دو تا ادعای خدا بودن تو همین جمله هست چون شبان اوست مردم میدونستن تو هزقیال جای تو تمام تورات که پسی میگه من شبان این جمع هستم داره ادعای خدایی میکنه چون میدونستن خدا شبان ماست خداوند شبان ماست و بعد میگه شبان نیکو خود مسی میگه هیچ کسی نیکو نیست جز خدا نیکوه پس هم میگه شبان یعنی دارم ادعای خدا میکنه کنه همین که خودش رو نیکو میخونه و جای دیگه میگه هیچ کی نیکو نیست جز خدا باز هم داره ادعای خدایی میکنه میخوام بگم وقتی عیسی مسیح داره شما رو دعوت میکنه خدا داره شما رو دعوت میکنه شک نکنید نگذارید این رو از شما بدزدن این ترس رو از شما بگیرن خدای ما یکیه بله خدا یکیه و خدا جسم شد در میان ما اومد تا من و تو رو شبانی کنه کدوم شبانی که دنبال گوسفندانه گم نره خداوند امروز میخواد تو رو در آغوش بگیره تو رو تسلی بده تو رو شبانی کنه عیسی مسیح شبان نیکو میگه این کارو میکنم کرد و داره میکنه میگه به دنبال اونها خواهم آمد جمعشون میکنم ایشان را بر مرتاهای نیکو خواهم چرانید مثل مزمور 23 اونها رو بر دوش خودم حمل خواهم کرد در جای دیگه میگه آرامگاه خونها من ای... بعد میگه من ایشان را خواهم خوابانید آه چه خواب راحت خیلی ها میگن تمام سالهای ساله که من خواب راحت نداشتم در حضور خداوند خواب راحت خواهی داشت اگر امشب قلب تو بدی اگر امشب زندگیتو تسلیم کنی امشب در حضور او خواب راحت خواهی داشت همچین 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 شبانی ما داریم شبانی که جانش رو برای ما داد شبانی که داره میگه قول میده میگه من شبان ایران خواهم بود البته خدا همه جهانیان رو دوست داره ولی در مورد ایران یک قول خاصی میده ما فکر نکنیم ایران دیگه تمام دنیا برم به جهنم ما فقط نجات پیدا کنیم نه خدا تمام جهان رو دوست داره ولی با فیض خودش برای ما ایرانی ها یک سری آیای نبوتی نوشته نوشته 2700 سال پیش نوشته و میگه که من ایران رو نجات خواهم داد ارمیا که میخونیم در کتاب در کتاب ارمیا فصل 49 میخونه میگه من تخت پادشاهی خودم رو در ایران برقرار خواهم نمود بعد میگه خود من نمیگه من کودتا میکنم و با خشونت و مسیحیان اسلحه به دست میگیرن و میان حکومت رو میندازن نمیگه میگه پادشاه و سروران را از اونجا نابود خواهم کرد خودش کننده کار خودشه لیکن خداوند میگه در ایام آخر از ایران رو پراکنده ها رو برمیگردانم امروز میخوام دعوتت کنم اگر زخمی هستی پیش انسان نرو پیش کسی برو که شبان نیکوس زخم های تو رو شفا میده اگر ناامید هستی پیش کسی نرو خداوند عیسی مسیح میگه امروز به من و تو میگه مسیح داره میگه میگه بذار من شبانه تو باشم از این انسان ها خسته نشدی از این امیدهایی که ناامید میکنن تو رو خسته نشدی امیدت رو به انسان ها بستی و سرخورده شدی من میخوام شبانه تو باشم بعضیاتون تو خونه ضربه خوردید بعضیاتون تو خونه پدری نداشتید که بس یک پدر نمونه یک شبانه نمونه باشه تو خونه زخمی شدی و خداوند میگه خب پدر نتونسته پدری کنه من میخوام تو رو پدری کنم من میخوام شبان تو باشم بعضی تو از کلیسا صدمه خوردید میگید شبان من اون طورم بود شبانیم نکرد بلکه بیشتر باعث زخمی شدن من کرد شد و خداوند امروز میگه بگذار من شبان تو باشم با من رابطه داشته باش اینایی که میگم و من میکنم من تو را آرامش میدم من تو رو شفا میدم من شکست تو رو شفا میدم و اونایی که به دنبال این هستیم که رهبران عوض شن یا برداشته بشن یا اتفاقی بیفته اینو خداوند میگه زمان خودم انجام میدم ولی قبل از اون دعوت میکنه میگه بذار من رهبر تو باشم من مثل اونا نیستم من زورگو نیستم من خشونت ندارم من حاضرم جانم رو برای تو بدم و دادم من همچین رهبریم هم برای تو عیسی مسیح وقتی رهبر زندگی منه با زور و تهدید و خشونت منو رهبری نمیکنه محبتش منو به سوی خودش میکشونه تعهد من نه به خاطر ترسه به خاطر محبتی که به مسیح من تعهد دادم و زندگیمو دادم و شما هم همینطور امشب میخوام با هم دعا کنیم امشب دعا کنید و بگید خداوندا تو شبان منی محتاج به هیچ چیز نخواهم بود خداوندا تو شکسته ها رو شفا میدی تو فقیران رو بشارت میدی شکست دلان رو تو شفا میدی تو خودت گفتی تو شبانه نیکوی و با من دعا کنید بگید خداوندا از امروز به هیچ انسانی اعتماد نمی کنم ولی به تو اعتماد می کنم از امروز میگم هیچ انسانی رهبر من نیست ولی تو هستی تو رهبر اصلی من هستی خداوند تو شبان من هستی خداوند زندگیم رو به تو تقدیم میکنم و تو قول دادی تو میگی خواهی کرد خواهی کرد خواهی کرد خداوند داد شکر کار در ایران شروع شده ادامه بده خداوند به ما قدرت ایستادگی بده خداوند خیلی از ما خسته شدیم ولی به ما قدرت بده تا به آخر بیستیم تا نجات تو رو ببینیم خداوند کارهای تو رو ببینیم پدر خداوند و برای کلیساها دعا می کنم که همچین رهبری اول در خانه های ما در کلیساهای ما همچین دلی کاشته بشه جاری بشه ای خداوند این دل رو به من و به شبانان بده خداوند اگر در جامعه نیست که ایران رو از طریق من و ما و کلیساهای خودت عوض کن بگذار همچین صحبت های اول و اول در کلیساها تجربه بشه و بعد وارد جامعه ایرانی بشه و شکر می برای قولت در ارمیا 49 خداوند تو قول دادی. هللویا. قول دادی. تخت پادشاهی تو بر ایران باشه، بر قلب‌های ما ایرانیان باشه خداوند. پادشاهی تو از این زمین نیست. تو بر قلب‌ها پادشاهی میکنی... اول بر قلب‌های ما پادشاهی کن و بعد بر ملت ما پادشاهی کن. تو را شک می‌کنیم. حرف تو حرفی خداوند. به تو اعتماد داریم. زندگیمون رو تقدیم می‌کنیم. خداوند دعا میکنم در این روزها فیض تو، محبت و رحمت تو بر ایران بریزه. خداوند از همین سختی ها استفاده کن تا ایران و ایرانی رو به سمتی ببری که اراده نیکوی توست است. میدونیم عاقبت بخیریم میدونیم این کشور مبارک خواهد بود. میدونیم این آینده این کشور چیست. پس میخوایم بدانیم و با تو همکاری کنیم در نام عیسی مسیح. آمین.